دوستان عزیزم سلام. کار کردن از خروس خان تا بوق سگ جمله‌ای است که شاید بارها در محاورات روزانه از آن استفاده کرده ایم. ریشه ای عبارت بوق سگ به بازار برمیگردد. بازارهای ایرانی از دو گذر عمود بر هم ساخته میشد که در میانه به هم رسیده و چهار سوق بزرگ را می ساختند. بازار بسته به بزرگی و کوچکیش می توانست چندین چهار سوق کوچک نیز داشته باشد. اما ورودی و خروجی این بازارها تنها از دو سر گذرهای اصلی آن بود. بنابراین بازارهای ایرانی چهار مدخل داشت که دو سرشاخه اصلی داشت و با درهای چوبی بزرگ بسته می شد. حفاظت از این بازارها کاری در خور توجه بود. اگرچه هر دکان با دری چوبی بسته می شد، اما این درها از امنیت خوبی برخوردار نبوده و به سادگی می توانست شکسته شود. از این رو امنیت بازار به درهای اصلی و نگهبانان بازار وابسته بود. این نگهبانان از سر شب از دم اذان مغرب تا بامداد روز دیگر پس از اذان صبح باید از بازار پاسداری نموده و همواره درازای بازار را گشت می زدند. از آنجا که بازار بزرگ بوده و بازبینی همه جای آن نشدنی، نگهبانان سگانی درنده و گیرنده به نام سگ بازاری داشتند. این سگ‌ها بجز از مربی خود به سوی هر جنبنده دیگر یورش برده و پاچه می گرفتند. از این رو با برچیده شدن دامن آفتاب و بسته شدن درهای بازار و پیش از رها شدن سگ‌های بازاری، نگهبانان در بوقی بزرگ از شاخ قوچ ساخته می شد و صدای پرترین و گسترده داشت می دمیدند تا همه از باز کردن سگان و رها کردنشون در بازار آگاه گردند و زودتر حجره ها را تعطیل کرده و از بازار خارج شوند. به این بوق که سه بار با فاصله زمانی مشخص نواخته می شد بوق سگ می گفتند. این بود که مشتری آخر شب نیز خونش پای خودش بود، یعنی کسی که با شنیدن بوق سگ از بازار بیرون نرفته هر آن ممکن است سگان درنده بازاری به وی بتازند. امروز اگر کسی تا دیر وقت به کار بپردازد و یا دیر به خانه برگردد میگویند تا بوق سگ کار کرده یا بیرون از خانه بوده است. همچنین کسانی را که زود برمی‌آشوبند و پیش از پرسجو و یافتن حقیقت به پرخاش می‌پردازند، سگ بازاری می‌گویند که توان بازشناختن دوز از بازاری را نداشته و بیخود پاچه دیگران را می‌گیرند. و این چنین شد که این ضرب المثل ها فلانی تا بوق سگ کار می کند و یا بچه که نباید تا بوق سگ بیرون از خانه باشد در بین مردم رواج پیدا کرد. دوستان عزیزم، از اینکه تا انتهای داستان همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم. برای شنیدن داستان‌های بیشتر با ما همراه باشید. با لایک و نظرهای زیبایتون از ما حمایت کرده، ما را سابسکرایب نموده و به دوستانتان معرفی نمایید. با سپاس فراوان.